سلام عشقا، چطورید؟ خوش اومدید به قسمت پنجم جورنی. اومدیم بتره کنیم آقا امروز و مسابقات لیگ قهرمانان اروپا رو داشته باشیم، هم با دنی ویلیامز هم با الکسانتر. ببینیم چیکار میکنیم. خبری هم از واقعا واکر نی دلم یه مقدار براش تنگ شده، بالاخره آدم یه موقعی دلش واسه دشمناش هم تنگ میشه. قبل از همه این موضوع ها که بریم داخل کار، لایک این ویدیو واقعا یادت نره آقا، همین الان لایک کن به خدا، به جون هر کی دوست داری لایک این ویدیو. اینجوری انگشتو میزنی یه لایک هست. یا خدا، دو بازی ما چهارمیم. اشمام آقا، ما بعد تمرین اومدیم یهو دیدیم نوشته What's your do for charity. بهمون گفت چرا مثلا دونیت کردی، کمک کردی به کسی، حمایت کردی. منم میگم کدوم حمایت. I probably will be donating something to at some point, but I wasn't planning anything just yet. My apologies, Alex. میگه منو ببخش الکس. الکس به پته پته افتاد و فکر کنم ریدیم آقا. پرسید تو کمک قراره بکنی، من اصلا انگار من خبر نداشتم. جوابای دیگه مونم شرت و پرت بود. حالا این موضوع جریانش چیه نمیدونم. 1,954,000 تا هم ما فالوور داریم. بریم یه تیپ بزنیم واسه مسابقات، واسه بیرون مسابقات هم میتونیم جکت اضافه ارتشیش کنیم. جمع کن بریم آقا، ارتشی کنیم جمع. واسه ببینم شلوار ارتشی. اوه آقا دیگه جمع کن، دیگه جمع کن. نه بذار سفید باشه، خوشگل تره. خب آقا اینم از تیپ ارتشی ما و بریم واسه اپریانس. هیر استایلز یه دونه آزاد شده، فال تاپات اینه. اینو هستم، اینو من هستم. و تتو جدیدم اضافه شده آقا، بذار ببینیم چی اومده. اوه یه دونه پری دریایی اومده، بسیار هم عالی. آقا بذار ما کفشمون هم عوض کنیم. من اسم میکنم این کفش ما نحس بود. از موقعی که این کفش من پوشیدم، رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا با حضور من ریده. من واقعا کفش، این کفش مشکی خیلی خوشگله، اینو میخوام و اینم مشکیش میکنم. اوکی، یعنی این دوتا با هم. بریم ببینیم چیکار میکنیم. فکر کنم با یه تیم، با کی باز الان باید با اسپورتینگ لیسبون بازی بکنیم اگر اشتباه نکنم، چون تم لیگ قهرمانان. بله برو بریم، بعدش میریم با دنی ویلیامز هم بازی خواهیم کرد. میخوام با خود هانتر بازی کنم آقا و واقعا امروز میخوام سعیمو بکنم خوب بازی کنم. سریای قبلی هم سعیمو میکردم، ولی امروز دیگه تمرکز خالصو میکنم که بزنیم این بازی ها رو. بریم ببینیم چیکار میکنیم. بسیار عالی، بازی در سانتیاگو برنابئو برگزار میشه. واقعا کی میشه من یه ورزشگاه تو خارج یه بلیت بگیرم برم؟ کی میشه آقا؟ خیلی چه ولاگی بشه. حیف. انشالله که یه روزی بریم دیگه. سیستم من به نظرم بهتر شده، موامونم تاپ شده. و ببین اینو برای تضعیف روحیه حریف، یه دوتا روپایی میزنی پشماشون بریزه. بسانت نمیخوام هد بزن با این قد طوله ایت، میخوای هد بزنی پشمام بیل اومد بزنه. هشت بازی. هانتر یه پاس خوب. بابا چرا وقتی که من میخوام بعد یک و دو کنم سانت میکنی؟ قربونت برم، دشمنی دارن با من به خدا اینا انگار. یه پاس خیلی خوب از الکسانتر، اما خب آسنسیو توپو نمیتونه اوکی کنه. پرس رئالیا رو میبینید، یه سانت خوب. فرصت برای رئال مادرید، سانت فوق العاده. چه سانتی میکنه احسان بر کوروز، خیلی خوشگل بود. سالها و سالها باید این فیلمو بذارم و ببینم. رئال مادرید رو برمیگردونه. اولین سانت به جایی نرسید، اما دومیش انقدر خوشگل نشست رو پای کوروز، هیچ کس هم جز این مهندس نمیتونست اینجوری والی بزنه. خیلی قشنگ زد، گل نمیشد، واقعا هدر میرفت. لذت بردم. یه پاس گل خوشگل داده میشه توسط هانتر. ارزششو میبینن رئالی ها. خیلی ها فکر میکردن اون بعد از اینکه این همه تیم عوض کرد واقعا لیاقت رئال مادرید رو نداشته. الکسانتر بعد از اینکه یه پاس گل میده، گل داده بود که وسط زمین یه رقص خوشگل بره. دارید میبینید رقصشو، دینشو ادا میکنه. یه پاس خیلی عالی، میتونه یه دونه ضربه بزنه. وای شوتش خوب نبود،
اما تلاشش تحسین برانگیز بود. خوب هماهنگ با آسنسیو، اما ضربش واقعا ضربه زیبایی نبود. زیدان هم حسرت میخوره. الکساندر فیکس توی تیم هست و همین فیکس بودنش یک پاس گل برای تیم. اوه برونوه بچه‌ها، این برونو اون موقع واقعا خوب بود تو بازی، هم مثلا کارتای باحالی میگرفت، ولی مثلا چون تیمش خوب نبود همیشه ارزون بود. لیگش زیاد اوکی نبود، لینک کردنش هم سخت بود. یه فرصت، یا خدا، یه دونه توپ شانس میارن اونجا. کورتوایی که توپو جمع میکنه. گره جان ناموس، یه پاس امامی به من بده. دمت گرم. هانتر، هانتر، وای. گلرشون کیه؟ الکس اعصابش خورده. خوب ضربشو زد. یه پاس خوب، فوق‌العاده بود این حرکت. فوق‌العاده بود، پاسو بده. دونه ضربه، یه هیل تو هیل خوشگل میزنه، اما فینیشینگش خوب نبود. پایان بازی میخوره، من از خودم راضی بودم، واقعا پاس زیبایی دادیم. میمونه رئال مادرید فعلا توی مسابقه، البته سه تا بازی برگشت دیگه مونده، ولی میدونی چی میگم. من برونو فرناندزه که میان باش دست میدن. پرفورمنس خوبی داشت، یه دونه پاس گل داد، بازی رو هم بردن. خب آقا ببینید، من میخوام چیز بکنم، خواهر الکساندر چون سری میرسه به اون آخرش، یه جاهای داستانو واقعا لو میده. من سعی میکنم حتی اگه با داداش در واقع کیم هانتر که میشه همون الکساندر و دنی ویلیام جلوترم افتادیم، بازم اوکی باشه. و الان میخوام برم بازیای دنی ویلیامز رو انجام بدم. بازی مهمیه، برادر با برادر الان روبرو میشن، بعد ببینیم چی میشه. خب آقا الان قراره بریم یک بازی بسیار مهم داشته باشیم. و یک نکته جالب، الان نوشته که سرمربی چیز سولشر. جالبه، ولی واقعا 2019 سولشر سرمربی بوده یا اینکه این یه چیز دیگه؟ قاعدتا باید بوده باشه دیگه. بریم آقا، بریم بازی کنیم ببینیم چیه. این شاید جذابترین واقعا بخش داستان امروز باشه، رقابت این دوتا با هم. برادری که خیلی مثلا به دنی ویلیام زور میگفته و اینا، باید بزنم پلی از دنی ویلیامز با خودش هم بازی میکنیم. نکته جالب اینه که مارسیال هم الان فیکسه، کسی که من کلا اوکی ام باهاش. آدرین رابیو، برنات، داداشش اومد. داداشش چقدر تو چیز نرو ناموسن. Feel the love. Feel the love. Oh. Christmas at the Williams. Must be fun. اینا اصلا با هم حرفم نزدن. این دوتا مثلا گفتن ماست بیلا و فلان. و خیلی جالب میشه اگه بتونیم داداش رو دهنش رو سرویس بکنیم. کیت خیلی باحالی هم داشته اون سال پی اس جی، کلا کیتاشون باحال بوده. کاوانی هم اون سال بوده، دیماری هم هنوز هست، نیمار هم نیز بوده. آجی داداش رو نمی... آهان داداش رو دارم میبینم، اما بالا سرش یه چیز جالبی هستش. یه پاس فوق‌العاده، پاس گل بشه چی میکنه؟ ما تا خدایی خوب کار کن. وای بزن تو گل، بزن. اوه اینو چی جوری نزدی هر اون لقمه؟ بی‌ناموس، مگه می‌خواستی سانت کنی؟ بوفون گلر. آره بوفون، این سالی که بوفون چه زود گذشت. دنی آلوز هم اون موقع بوده برگام، بعد دنی آلوز رفت لیگ برزیل، الان اومده بارسا. یه پاس خیلی خوب، یه ضربه. بابا چرا اینا اینجوری ضربه میزنن؟ یه دونه تو فرصت و دخه توپو میگیره، کار در میاره. داداششو میزنه دنی ویلیام، داداششو میزنه، داور بهش کارت زرد میده، عقده های بچگیشو خالی میکنه رو داداشش. اینو باید میزدم آقا، خدای نگه. کاش مصدوم میشد، کاش میشکست، خدای تا من ازش شکستنم رفت. یه پاس خیلی خوب، خودش هم میتونه حرکت بکنه، گرفتن جلوشو. یه دونه سانت، فرصت، نزدیک بود اتفاق بعدی بیفته. تعویض، برنارد بیرون میاد، داداشش میاد اونجا، داداشش رو جا میذاره.
یه سانت خوب بود حرکت. یه دونه هد خوشگل اونجا میزنن. آفساید نباش، آفساید نیست، آفساید بود. روز بعدی دنی آلوز، دنی لیامز هم بیرون میاد، میگه مساوی شده بازی، نظرت چه؟ میگم خیلی شانس آورد. میگم تری خیلی شانس آورد، میگم باید میبردیم، ما تیم بهتری بودیم و این حرفا و همین. خب آوری ببینیم جریان از چه قراره. آی مثلا مکدونالده ولی مکفلانه. میگه میتونی اون چیزها رو برداری؟ بهش میگن لایتینگ شیلد. گود لیتل مور گود جاب دنی های لیتل هایر پلیز. میگه یه ذره ببرش بالاتر. گریت گریت. میگه عالیه. اوکی اوکی وی گات ایت ثانک یو دنی. بسیار عالی. خب آقا دنی ویلیامز هم اون مک فلان شیف و چی بود اونم اوکی شد. مک میلانز فیشن چیپس و داداشش تری توییت زده، تیکه انداخته به اینکه این رفته توی مک میلان داره تبلیغ میکنه. جالب بود. آقا بریم واسه بازی من یونایتد و آژاکس که میشه بازی الان واسه دنی ویلیامز توی لیگ قهرمانان اروپا. نکته ای که این بازی داره اینه که ما نیمکت نشینیم به خاطر ریدمالی که داشتیم روبروی پی اس جی، نیمکت نشین شدیم، ولی خب خدا رو شکر بهمون بازی میرسه. پلی از ویلیامز رو میزنیم با خود ویلیامز بازی. من نمی بچه جدی میخوام من خودم تو بهترین حالت بازی کنم ولی نمیشه. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. این دستو بازی میکنیم چون فکر کنم همه دست رفت و با آره دیگه با رئال مادید همه رفتار رو بازی کردیم، الانم اینجا همه رفتار رو بازی بکنیم. این آخرین بازی مرحله رفت کار دیگه. آقا بازی 3-1 بنا من نیستم تیم نتیجه میگیره. خیلی جالبه این موضوع. بده من ببین، به من میگن دنی ویلیامز حروم زاده. بده من ولت من بابا بیا پایین. آقا به خدا قسم توپ من پرتاب توپ میدونی به چی میگم؟ به اینکه اینجوری خیلی تاثیر گذار. ضربه فرصت دیک بود دنی ویلیامز کار تموم کنه. آفساید نیست، برو بزن خودت، بزن خودت پاس گل، پاس گل، پاس گل. من از من گل خواستی ولی خب زدی پاس گل که دادم. پاس گل از گل واقعا ارزشش بالاتره دوستان، اینو شما یادتون باشه همیشه. لوکشا رو میبینید، نگاه پاس رو دیدی خدایی، همه هم گفتم ولی خب مگه میشه آقا دنی ویلیامز پاس گل آفساید بده؟ برو بریم داشت بده من این گله. بابا چرا اینقدر بد میزنه شوت؟ اه نتونست اونجا. دنی ویلیامز هنوزم اونجا فرصت داره. یونایتد یه دونه توپ ضربه میزنه دقیقه 92 نتونست باز دنی ویلیامز کاری بکنه. گل نزدم ولی پاس گل دادم آقا. آنه میبینی پاس گل دادم آقا، پاس گل دادم، پاس گل دادم به کی؟ خب آوازی رو دیدیم و بهمون یه سری چیزا داده که اگه بتونم رو شوتینگ هم من تمرکز میکنم. سرعت رو بیخیال. آها لانگ شوتمون رو بیار بالا، دمت گرم. این اسشاتمون هم اوکی بکن، خیلی مرسی. یکی دیگه موند. اوه یکی دیگه موند، چه جالب، فکر نمیکردم. خب اینجا پلی میکر ویژنمون هم میتونیم ببریم بالا. بازی رفت تموم شد، حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اوه واسه ببینم چی شد. اوه جریان چی؟ من برگام ریخته، نمیدونم جریان چیه. اوه تری ویلیامز براش مسیج فرستاد، داشتن تلویزیون میدیدن. میگه دقیقه وایس ببینم چه گویی دارم میخورم. میگه داداش شانس آوردی، بازی بعدی دهن تو سرویس میکنم. حاجی اینا خیلی رو مخه لاس و فکر کن. دنی ویلیامز رفت. داستان جد دنی ویلیامز خیلی داره جالب میشه و ما 348,000 تا چیز کردیم و دنی ویلیامز تمرین داره. فکر کنم ناراحت شد رفت. بچه جای خاصی نرفت، یعنی اعصابش خورد شد رفت بیرون، یه قدمی بزنه یا خودشو خالی کنه. یه جایی خالی کنه حرف درستی نیست ولی میفهمی چی میگم. ببینیم چی میشه. ما الان تمرینمون رو انجام دادیم. فکر کنم کی با این بازی میکنه. Get in!
به الکساندر کارت تیم آف دی ویک داده بودن و آره دیگه فکر کنم گفت کی با این بازی میکنه، بعد اسم خودش رو سرچ کرد انی ویلیامز و مثلا گذاشته بود روی کارت تیم آف دی ویک، سرچ زد دید هست مثلا تو تیم هفته. خب اینجوری چرا نگاه میکنی؟ تو فوتبین اون موقع نبوده، بوده قطعا دیگه داداش. میگه ای ای بالاخره به من یه دونه داد، دی ویلیامز. بهتر زنگ بزنم بهش. به کی میخوای؟ فکر کنم به الکساندر زنگ زد. پشمام زنگ زد، اون یکی حالا داده مثلا ادمینش باشه، گوشه جواب داده، میگه در واقع میگه نمیتونه. سرش شروع اسمش ماکسیمیلیان بود اون یارو، خیلی رو مخ بود این حرکت. حالا باز ما الان بریم سمت ساید الکساندر ببینیم جریان چیه، اونجا احتمالاً یه سری اتفاقات افتاده که ما باید بدونیم دیگه. کلا کارمون فعلا اینور تموم شده، با خواهر الکساندر هم گفتم فعلا کاری نداریم. خب الان دیگه میریم سراغ بازی لیگ. نه هنوزم درگیر بازی لیگ قهرمانان اروپا ایم دیگه. بریم سمت الکساندر و ببینیم چی جوریه سمت الکساندر. اینا همه الان نزدیک همن. بریم ببینیم چی میشه. خب آقا دیدید گفتم اینورم یه خبری هست. میگه هانتر برند فوتو شد. چرا تلفنش جواب نداد؟ الان عجب خانومی، من اصلا توجه نکردم. آقا اسم ایشون چیه آقا؟ اوه ماکسیمیلیان، این پسره. این پسره بود تلفن رو جواب داد. میگه تمام اینا برای تو مادرش بهش میگه. میگه خیلی باحاله. میگه باید انرژی درینک بزنم. جریان چیه؟ یه مام. اوه براش سودا آورد. سودا انرژی درینک که حروم زده. میگه که بدون شکر باشه. اوه میگه دیزاین فاینالمون ایناست. مادرش دیزاین سمت چپی است، فکر کنم که اسم دیزاینش ولفه دیگه، پسرش رو به گرگ تشبیه کرده بود. اما اون یارو و این زنه و تیمش سمت راستیه رو درست کردن. حالا باگ الان بدنش رفته تو این، الان درست شد، بهتره ببینیم. شیر رو لوگو چلسی، این شیر دیدید دیگه، رو لوگو خیلی تیم‌ها مثلا هست. حالا ما باید انتخاب کنیم فکر کنم. اینم که ماکسیمیلیانم چیزلیس، ببخشید من این حرفو میزنم، باید میگفتم. این خانم نمیدونم چرا ولی داره این کارو میکنه و میگه واو چقدر خفنه. خدایی بابا مشکیه خفنتر مادر طراحی کرده. میگه زمان تصمیم گیریه. میگه تیک تاک تیک تاک. من برای مادرمو انتخاب کردم و اینا، این ناراحت میشد برای مادرشو انتخاب میکردم. نکته‌ای که بود اگه واسه اینو فکر کنم انتخاب می‌کردم واسه این زنه و تیمشو، اینا الان کلا ناراحت شدن. ولی اگه انتخاب می‌کردم معلوم نبود حالا مادر ناراحت میشه یا نه. شاید هم اگه ناراحت میشد ظاهری نشون نمیداد، باطنی ناراحت میشد. مادرم چون قاطی این زنه همش میگفت دیزاین ما فلان ما، اینم میگه که الکس انتخابشو کرد. مادرش میگه الکس دیگه انتخابشو کرد، انقدر زره مفت نزن. کارامون به هم نخورد، یعنی اینجوری نیست اینا دیگه با ما کار نکنن. فقط ناراحت شد زنه دیگه، کلا زنه زره زیادی میزنه دیگه، میفهمی چی میگم دیگه. الکس میگه ما آماده ایم الکس واسه تو، بیا توش. چی شد؟ الو گوشیش داره زنگ میخوره. دقیقاً تا زمانی که دنی ویلیام زنگ میزنه. بسیار همالی، ببینیم حالا چی میشه. جالب بود. چک مای نیو برند، هانتر برند ولف، خیلی خوشگله به نظرم. واقعا مادر خیلی قشنگ کارو در آورده بود تا اونا. اونا اصلا یه مدلی بود که حال من نکردم. الان با تاتنهام بازی داریم، فیکس هم هستیم، اینو بازی میکنیم و بعدش احتمالاً بریم با دنی ویلیامز هم نگاه بکنیم. پلی از هانتر رو میزنیم و میریم واسه بازی ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. بریم واسه بازی رئال و تاتنهام. ما لباس قرمز پوشیدیم و واقعا حاجی لباس های 2019 به نظرم خیلی باحال بود. لباس به به، لباس رئال مادرید خیلی باحال بود، نه که الان بد باشه. لباس تاتنهام هم جالب بود کلا. یه سوتی و یک اشتباه. پشمان اون سال مارسلو فیکس بود، بدبخت مارسلو هرچی اومد جلو دیگه افت کرد، پیر شده دیگه. سخت آدم همچین کسایی رو میبینه، چرا که من سنم که خیلی پایین تر بود مارسلو واقعا تو اوجش بود. یه تایمی دهن همه رو چه تو دفاع چه تو حمله دهن سرویس میکرد.
یه شوت فوق‌العاده از الکسانتر. گره بازی رو میخواست الکسانتر با یه شوت از راه دور باز کنه. خوب نشست رو پاش. اما ضربهش یه جوری بود که لوریز میتونست راحت مهارش کنه. هواداره تاتنهام پشت سر هم دارن از تیمشون حمایت میکنن. یه اشتباه میبینید اونجا میزنه تو صورت. خیلی باحال شد. بذار یه بار دیگه ببینم. خوب بازی کردم این نیمه. آجید ولی خیلی باحال بود. خیلی باحال بود جون اسام. سیسه کارو ببین. اینجا دست صورتمون خورد تو صورتش. بس صورتش گرفت. افتاد. گاد بود این صحنه حاجی. این واسه نیمه دوم خوب بازی کردم. حالا امیدوارم نکشم اون بیرون. تا گفتم خوب بازی کردم توپ لو دادم. یه پاس فوق‌العاده از الکساندر. اگر استفاده درستی کنن یه دونه توپ. وای یه فرصت. هوگو لوریس داره خوب تیمش رو نجات میده. خوب اونجا توپ رو گرفت و سوت پایان بازی. تلاش زیادی کرد الکسانتر. ناراحتم هست. رئال مادرید کلن 4 امتیاز توی 4 تا بازی به دست آورد. نمره 7 و 7. 2 تا چانس. هیچ کدوم رو ایجاد نکرد الکسانتر توی این بازی. ببینید ما الان یکی از بازیامون رو ببریم واقعا میتونیم کار رو در بیاریم. اوکی 2 تا بازی بعدیمون هم واقعا راحت تره. یعنی اسپورتینگ و مارسه واقعا ما رو اوکی میکنیم که میره پارت بعدی. یه بازی با دنی ویلیامز داریم. قرار بازی با دنی ویلیامزمون رو انجام بدیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. ببین آقا یه هیر استایلز جدید اینجا آزاد شده بس به شکل این هیر استایلز. واقعا دهه 60 رو شما تو این مو میبینی. میخوام اصلا سوژه رسانه ها کنم خودمون. یه کفش داغونم اینجا داری شما. این کفش البته نه بد نیست. کفش داغون نداریم. این کفش واقعا ندارم. این مدل چیه؟ تنگ نپوش، شلوار باش. برو بریم تو زمینم. برو بریم با داداشت بازی داری الان با آژاکسیم. با آژاکس بازی میکنه اسم. با این سیس میخوام جلو آژاکس بازی کنم. پلی از ویلیام. برو ببینم میخوای چیکار کنی. برو. دنی ویلیامز داره به بازی میاد. موهاشو میبینی. عجب موهایی داری آج دنی ویلیامز. به جای لوکاکو به بازی میاد. بازی هم 0-0. سیس آج دنی ویلیامز بهتر شده با این موها. واقعا مثل اینکه این موها بهش ساخته. یه پاس یه فرصت و نزدیک بود دنی ویلیامز با این موهای خوشگلش گل بزنه. اونانا جلوش رو گرفت. خوب گل کرد اونجا. بسانت که تشنه گل زدنم. فرصت. یه دونه توپ دنی ویلیامز فوق العاده بود این گل. کی بود میگفت این پسر نمیتونه خودشو نشون بده. رو سر دلیخت بین دو تا بازیکن پرس شده بود اما گلشو زد. موهاش کارو جمع کرد. مزروی گل به داداش مزروی چیجوری گل به خودی زد؟ چند نفر اصلا پریدن؟ حاجی خدایی اینجا میتونیم ببینیم. هدو که من زدم. بابا این گل 100% بود. خب خورد به سر این. چرا برای اون حساب کردی بابا؟ ای عجب هرون میخوان. من تو اروپا ببین مشکل دارن رئیس مسابقاتم با من. یه پاس برای جسی مسی چه پاسی میندازه. جسی یه دونه هد خوب. جسی ناموسن توپو بده من. میزنه اونجا دنی ویلیامز. چون نذاش آقا سوتو بزنید به من کارتو نده دیگه. دمت گرم دیگه. متوقف شما اگه اینکه گل بزنم دیگه. تو بیرون نره یا نمیدونم شما گل نزنید دیگه. گو خوردی میخوای خودم تیرتو در میارم بابا. برو اونور نمیذارم آقا. بده کارتم بده. مهم نیست واسه مهم اینه گل زدم من.
تازه ثبت هم نکردید به اسم. یه بزن زیرش خوب از دنی ویلیامز و سوت پایان بازی. سوت پایان بازی مهم نیست چه نمره گرفتم چیکار کردم، ولی یه امتیاز برای تیمم آوردم. نمره 8 خواستی 6 و 3 گفتی دو تا پاس گل من گل زدم، مهم نیست. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، امیدوارم لذت برده باشید. ایشالا پارتای بعدی میتره کنیم. دمتون گرم، مخلصتونم، فعلا خدا نگهدار.